چو وقتتون بخیر باشه، اومدم یک نکته خیلی فوق العاده و مهم رو بهتون بگم و این تابو شکنی برای شما ایجاد بشه. همونطور که میدونید من اومدم رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور با معدل 19 دیپلم و قبول شدم اینجا. خب قاعدتا خیلی درس خوندم توی دبیرستان و زحمت خیلی زیادی رو کشیدم، هم برای پیش دانشگاهی هم برای دیپلم، و خواستم چند تا نکته رو بهتون بگم. کسایی که میگن دانشگاه آزاد بهتره، بچه دانشگاه آزاد سطحش افتضاحه. من نمیدونم شما چرا بدون اطلاعات میایید یه حرفی رو علکی میزنید و تموم. ما الان 3 تا 4 تا استاد داریم، هر 4 تاشون از فارغ التحصیل دانشگاه فرانسه هستن، هر 4 تاشون. میتونید برید سرچ بکنید استاد پرویزی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه، آرزو مهرابی عضو روانشناسی دانشگاه استنفورد آمریکا، همه اینا توی دانشگاه پیام نور هستن و توی مرکز ما، نه مرکز کرمانشاه، و اونجا دارن به قول معروف تدریس میکنن برای ما و اصلا با دانش و اطلاعات خیلی بالا و کتابهایی به قطر اینقدر. خب کتابهایی که ترجمه شده خارجی ها هستن، یعنی دانشگاه های خارجی، و همین اساتید ترجمهش کردن. حالا دانشگاه آزاد چیه؟ دانشگاه آزاد اگه شما بری 4 تا جزوه خیلی خیلی تعداد پایین صفحه به قول معروف، مثلا ما یک کتاب داریم که حدود 300 صفحه هستش، 500 صفحه هستش این کتاب، توی دانشگاه آزاد به قول معروف میشه چیزی حدود مثلا 30 صفحه جزوه، و شما با 30 صفحه جزوه عملا هیچ یاد نمیگیری. ممکنه نمرت بالا بره، ممکنه نمرت بالا بره، ولی عملا یه آدم بی سواد بار میاد. یعنی اینو به صورت جدی بهت بگم، چرا اکثرا آزاد و انتخاب میکنن؟ چون جزوه میده، چون نمره میره بالاتر، و عملا شما یه فارغ التحصیل میشی که 70%شون بی سواد هستن. ولی اگه نگاه بکنی توی آمار استان کرمانشاه و دانشگاه آزاد و پیام نور، امسال 32% از استخدامی های آموزش پرورش به خاطر و همینطور ارشد از دانشگاه پیام نور بوده. یعنی اگه بخوایم به صورت دقیق بگیم حدود 60% بوده که 32%شون اون سال قبول شدن، در حالی که آزاد 3% بوده. 3%، و این خیلی چیز مسخره‌ای هستش برای شما که اگه بخواید اینطوری فکر بکنید که دانشگاه آزاد خیلی بهتره، مگر اینکه توی رشته‌های پیراپزشکی، چون رشته پیراپزشکی رو اصلا پیام نور نداره. اوکی، پس تنها کاری که باید شما بکنید اینه که درست حسابی به قول معروف این دانشگاه ها رو انتخاب بکنید. دانشگاه آزاد داریم، دانشگاه پیام نور داریم که بهترینش دانشگاه پیام نوره. اعتبارش و مدرکش برای استخدامی و برای مهاجرت بیشتر از آزاده، مگر اینکه اون آزاد چقدر سر و صداست، مگر اینکه اون آزاد رشته پیراپزشکی باشه، یعنی پرستاری، مامایی یا قسمت های مختلف دیگه. دارن هم الان اذان میدن، فعلا دانشگاهم تا یه سری کلاس های دیگه هم برگزار میشه رو اوکی بکنم، و یک کلاس دیگه مونده از صبح تقریبا اینجا. و یه نکته دیگه هم بهتون بگم، بازم میگم استادهایی که توی همین استاد ما دانشگاه تهران تدریس میکنه، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه رازی کرمانشاه میتونید برید بپرسید، استاد پرویزی، و همین دانشگاه پیام نور خودمون که تدریس داره میکنه و اصلا یه چیز خیلی خفنیه. یعنی میتونم بگم اصلا از طرز رفتار، مدل حرف زدن، طرز درس دادن، تسلط داشتن، خب ببین طرف آمریکا بوده، چند بار فرانسه بوده، زیر نظر استاد فرانسویش توی فرانسه فارغ التحصیل شده. اینم از این، اکثر دانشگاه های پیام نور استادهاشون دانشگاه های روزانه هستن، دانشگاه روزانه تاپ، اما دانشگاه های آزاد به هیچ عنوان اینطوری نیستش. گفتم این مورد رو خدمتتون بگم و فکر نکنید که آزاد، خب دانشگاه آزاد به شما 20 صفحه جزوه میده ولی 5 برابر پیام نور ازتون پول میگیره، و عملا با 20 صفحه جزوه شما نمیتونی استخدام بشی، نمیتونی مهاجرت بکنی، برای بعدش هم باید در نظر بگیری دیگه. خلاصه گفتم این ویدیو رو براتون ضبط بکنم تا وقت هست و کلاس بعدیم شروع نشده. مراقب خودتون باشید. یا علی.